اینها پناهجویان افغانستان هستند که با پذیرش چالش‌های بسیار خود را تا نزدیکی مرز ترکیه رسانیدند، اما از سوی پلیس انقره بازداشت شدند. این 149 پناهجوی افغانستان از سوی نیروهای امنیتی ترکیه انگامی که می‌خواستند با یک موتر باربری از مرز ترکیه بگذرند بازداشت شدند. یک تن هم بعدها قاچاقی افراد بازداشت شده است. ترکیه برای جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان افغان تدابیر امنیتی را در مرز کشورش با ایران افزایش داده است. که دوی لاسنیوی نکوی نو نباید دغه سکرونو نه کار واخلی چې هغه سره هم نړیوال قوانین تر خولاند کیږي، هم بشری قوانین تر خولاند کیږي، او هم د بینل دول قوانین تر خولاند کیږي. همزمان گزارش ها از اوضاع بحرانی پناهجویان افغانستان در مرزهای کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی حکایت می کند. این تصویر که در شبکه های اجتماعی همگانی شده است، برخورد نادرست و جابجایی قاچاقبران انسان را در ایران در برابر پناهجویان افغانستان نشان می دهد. افغان نسبت به کشورهای غیر اسلامی، کشورهای اسلامی به خصوص همسایه ها در مقابل مهاجرین و پناهندگان رویه های خیلی زشت و غیر انسانی را انجام میدن. متاسفانه که کشورهای همسایه ما مخصوصا مرزبانانشان یک رویه بسیار زشت با مهاجرین ما دارن، با پناهجویان ما که میخواین که از کشور برن به کشورهای همسایه. در ماهای پسین شمار شهروندانی که از کشور به گونه غیر قانونی بیرون می شوند بیشتر شده، اما امارت اسلامی از شهروندان کشور می خواهد تا کشور را به گونه غیر قانونی ترک نکنند. از کشورها و جمعی بین‌المللی نیز تقاضا می شود تا به افغانها کمک صورت بگیره و تا که مشکلات اقتصادی رفع شه و نیاز به دیده نشه و که مهاجرت ها صورت بگیره و مردم از خانومان و کشور خود بیرون فرار. پیش از این دیدبان حقوق بشر گفته بود که سربازان ترک برخلاف قوانین جهانی پناهجویان افغان را لت و کوب کردند و دوباره به خاک ایران می رانند.